بیشتر در گفتار کارگری هفته از جلال نادری. سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. روزهای 11 و 12 اردیبهشت امسال از چند جهت شاخص بود. روز جهانی کارگر و روز معلم مصادف شد با تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری. انتخابات ریاست جمهوری که جنبه سراسری داره، جهت‌گیری‌های اصلی نامزدهای انتخابات رو بهتر نشون میده. توجه به محورهای برجسته این جهت‌گیری مهمه. شاهد بودیم که یک هفته پی در پی مسابقه دروغگویی و طرح وعده‌های توخالی داده بودن برای گرفتن رأی اردوی بزرگ کار کشور. اینا که 700 میلیارد درآمد نفتی رو ظرف 8 سال به نام آوردن پول نفت سر سفره مردم بالا کشیدن و حتی از دکل هم نگذشتن و در کل 8 سال مجموعاً بنابر آمار خودشون 14,000 شغل ایجاد کردن، حالا با پررویی تمام مدعی شدن که اگر رأی بیارن 5 میلیون یا 6 میلیون شغل ایجاد میکنن و به میلیون ها بیکار حق کارانه میدن. فریب، نیرنگ و وعده های پوپولیستی تو رقابت های انتخاباتی و مناظرشون کم و بیش از محورهای مهم جهت‌گیری همشون بوده. تو همین مدت شاهد بودیم که پرونده های فساد، زد و بند، سوء استفاده از قدرت رو علیه همدیگه رو کردن و گوشه های از پرده رو بر فساد و بیکفایتی ساختاری عمیقی که این دارو دستی مافیایی به کشور حاکم کردن بالا زدن و در معرض تماشای مردم گذاشتن و این درست به طرز تهواوری درآمیخته بود با وعده های دروغ رونق اقتصادی و رسیدگی به وضع معیشتی ماست. دومین محور مهم تو جهت‌گیری ها جلوگیری از اقدام مستقل بود. مونچه این ریاکارای عوام فریب دوباره اونجا باز شد که از هر دو طرف سعی کردن کارگرا و معلم ها رو ابزار رقابت های انتخاباتی خودشون بکنن و در این حال در برابر جلوگیری از اقدام مستقل همشون همسو بارن. خانه کارگر به عنوان ابزار تبلیغات انتخاباتی روحانی در بین کارگرها و صاحب تریبون تبلیغات انتخاباتی روحانی سر قبر خمینی بعد از سردادن شعار اعتراضی از طرف کارگرها تهدیدشون کرد به خرد کردن دهان معترضان. هرچند رقبای انتخاباتی روحانی و رسانه‌های وابسته به سپاه سعی کردند از این موضوع استفاده تبلیغاتی به سود رئیسی و قالیباف صورت بدن، ولی همزمان مانور مقابله با شورش‌های کارگری برگزار کردند برای خرد کردن دهان کارگران معترض. فقط این مورد هم نبود. نیروی انتظامی تجمع تعداد معدودی از بازنشستگان و فرهنگیان در جلوی مجلس رو تو روز جهانی کارگر تاب نیاورد و یه فعال کارگری رو بازداشت کرد که البته بعداً آزاد شد. هیچ کدوم کوچکترین حمایتی از آزادی اسماعیل عبدی دبیر کل زندانی کانون صنفی معلمان صورت ندادن و مورد بوده که اعلام کردن اعتصابش ربطی به معلم بودنش نداره. جلوی برگزاری مراسم سخنرانی محمود بهشتی لنگرودی تو قزوین در روز چهارشنبه گذشته رو هم گرفتن. خیلی خلاصه که بگیم هر جا که تونستن نارضایتی مزد و حقوق بگیران رو مصادره بکنن همین کار رو کردن، هر جا که نتونستن مقابله کردن. جلوگیری از اقدام مستقل عنصر مشترک همه نامزدهای انتخاباتی بوده و این خیلی سریع تا همینجا نشون داده که اینا اختلافی هم بین خودشون داشته باشن و هر قد سیاست هایی که میخوام پیش ببرم با همدیگه زاویه داشته باشه، باز در مقابله با هر مطالبه و اقدام مستقل کارگران زحمتکشان و معلمان و بازنشستگان پرستارا متحدن. شکافا و مشاجرات و رقابتاشون مربوط به
طبقه ما و مطالبات ما نیست. بر سر بهترین راه سرکوب و بی اثر نگه داشتن طبقه ما و مطالبات ماست. اصلی ترین و مهمترین درسی که ما میتونیم از این مشاجره و رقابت هایی که مثل یه صحنه نمایش جلوی ما الان جریان داره بگیریم اینه که در بساط هیچ کدومشون بازی نکنیم، وعده های هیچ کدومشون رو باور نکنیم، وحدت و همسویی همشون رو در برابر مطالبات طبقاتی خودمون فراموش نکنیم. اتحاد بزرگ طبقاتی خودمون رو بر محور جنبش مطالباتیمون سازمان بدیم و از همه فرصت‌ها و موقعیت‌ها در جهت همین کار بزرگ و اساسی بهره برداری کنیم. از بین این دستچین شده های شورای نگهبان که اجازه پیدا کردن برای لاپوشانی چهره کریه استبداد فقاهتی برای 4 سال آینده وارد رقابت انتخاباتی با هم بشن، هر کدومشون که برنده بشن، باز این ما هستیم که بازنده ایم. به همین دلیل ما دست رب به سینه همشون میزنیم.